با تشکر آقای رئیس، ما بسیار متاسف هستیم که آذربایجان تا دیروز تصمیم گیری مربوط به پیشنهادها را منتشر نکرد. این مسئله امکان مداخله و اعتراضهای سازمانهای غیر دولتی را به شدت محدود می کند. ما بر این باور هستیم که برنامه استراتژی آموزشی برنامه ریزی شده توسط دولت آذربایجان برای محدود کردن فساد شدید در این کشور کافی نیست. شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین المللی در سال 2012 نشانگر رشد فساد نسبت به وضعیت بسیار بد سال 2011 که خود نشان از فساد شدید داشت می باشد. رتبه آذربایجان در سال 2012 139 از 176 کشور بود، در حالی که این رتبه در سال 2011 143 از 183 کشور بود. وضعیت فساد در آذربایجان مانع از سرمایه گذاری آذربایجانی های ایرانی در آذربایجان شد. ما توصیه می کنیم که آذربایجان این معضل را به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته و به اجرای برنامه عمل ملی برای مبارزه با فساد بپردازد. فساد نه تنها جلوی توسعه کشور را گرفته، بلکه باعث صدمه به سلامت مردم شده است. ما توصیه می‌کنیم که دولت آذربایجان برای یک سیستم بیمه درمانی ملی صحیح برای همه و نه فقط برای ثروتمندان سرمایه گذاری کند. در اولین دور بررسی دوره‌ای جهانی، پاسخ آذربایجان در رابطه با تصویب اساسنامه روم مربوط به دادگاه جنایی بین‌المللی این بود که آذربایجان در تهیه پیشنویس این اساسنامه دخالت داشته، ولی از آنجایی که تعریف تجاوز در آن مشخص نشده است، حاضر به تصویب پیوستن به آن نیست. هنوز هم بعد از گذشت بیش از 4 سال، آذربایجان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که هنوز به دادگاه جنایی بین‌المللی نپیوسته است. سودویند از آذربایجان می خواهد که این کشور اراده‌ای برای پیوستن به اساسنامه روم نشان دهد.